این از هر 100 تا کامنتی که میاد تو تلگرام برام میاد، تو اینستاگرام برام میاد، تو فیسبوک برام میاد، 90 تاش این هستش که شارلاتان حقوق‌باز، تو کجات روشن فکره، تو ما رو گول زدی، تو باعث شدی که ما بریم به روحانی رای بدیم. اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. ما اصلاح طلبان در قبال این اعتراضات دست راستشون به دست چپشون میگفت چیکار بکنیم. اصلاح طلبا یه روکرد به نظر من محل اشکالی دارن. این انتقادات میشه سریع این رو میگن که ببریم رو هسته، به قول خودشون رو هسته سخت قدرت. اصلاح طلبان سر شکسته و با سر زخمی از تو این اعتراضات اومدن بیرون. جامعه ما به دو گروه اقلیت و اکثریت تقسیم شده. من معتقدم اتفاقا هزینه اصلی این اعتراضات به حساب اصلاح طلبان نوشته شده بود. یه اقلیت برخوردار از رانت سیاسی و قدرت و اینا که اختلاس میکنن، زد و بند میکنن، ژن برترن، ژن خوبن. این روند، این شکاف بین دولت ملت اولین بار در جریان انتخابات دوم خرداد 76 خودشو نشون داد. آقای مرشدی گفت آقای روحانی نمیذارن روی دیگر نمیتونمه. یعنی چی نمیذارن؟ از اول انقلاب مگه تو این نظام نیستی؟ مگه تو نمیدونستی ساختارها چیه، روابط چیه؟ تو 92 اومدی گفتی من همه چی رو حل میکنم دیگه. نظام حاکمیت به دنبال جناب ناطق نوری بود، اما یک روحانی گمنام 20 میلیون رای آورد. راننده های تاکسی از مهمترین تحلیلگرای جامعه ما هستند. اینا میگفتن آقا این شورش ها کار خودشونه. اینا توی سال 88 شهرهای بزرگ رو تنظیم کردن از لحاظ امنیتی، فهمیدن که چی به چیه، کجا باید بگیرن. اینا شهرهای کوچیک یه فضای رو ایجاد کردن، مردم بریزن اینا هم سیستم خودشون رو تکمیل کنن، هم شناسایی کنن، هم ولا همه کار خودشون. میطلبید کسانی که امروز ما بهشون میگیم اصولگرا، یک بار از خودشون میپرسیدن چی شد تا چرا آقای ناطق نوری رئیس مجلس بود صراحتا نظام ازش حمایت میکرد به اصلح رای بدهیم؟ یعنی کی اصلح؟ یعنی ناطق نوری. ولی خب اصلح 6 میلیون آورد، غیر اصلح، نااصلح، قلابی، مشابهه 20 میلیون رای آورد. جوانهایی رو دور و بر خودم میبینم که دیگه امیدی به کار نداره. اصلا اینکه مثلا 32 سالشه، 35 سالشه، من میگم چند سال دنبال کار میگردی؟ گفت مثلا 6-7 ساله. یکیش میگه از سال 80. بازم من نمیخوام تبرئه بکنم و بگم خوب عمل کردن، اصلا و ابدا، اما در اون 8 سال هر سنگی که تونستن ول کردن واسه سر کله دولت اصلاحات مخالفینش. از اتفاقاتی که افتاده بود نگران بود، روشنفکران نگران بودن. چرا؟ چون فکر میکردن این یه چنبش کوریه، معلوم نیست به چیه، این به اقتصاد ما آسیب خواهد زد، با این روند سرمایه‌گذاری اتفاق نخواهد افتاد، هیچ کاری هم پیش نخواهد رفت. رسیدیم به 84، 8 سال آقای قاتلی که تمام شد. مجموعه از عوامل باعث شدش که آقای احمدی نژاد 17 میلیون رای بیارن. من سر تعظیم در برابر اون 17 میلیون رای. هر قدر هم که بحث بشه، من معتقدم 200 دفعه دیگه هم انتخابات تیر 84 تکرار میشد، آقای احمدی نژاد اون 17 میلیون رای میورد. جدای از همه اعتراضاتشون اینا، هیچ شده بود براشون یه برنامه. میگم آقا امروز قراره بریم بالاخره چند ساعتی رو توی خیابون فوش بدیم، از بس بیکاره، از بس هیچ برنامه توی، یعنی در بی‌هویتی و بلا تکلیفی و اینا قرار داریم. به خاطر خدا، به خاطر آینده ایران سر خودتون رو گول نزنید. کاش مشکل عملکرد روحانی بود. ببینید یه زمانی دختر وسطی من مریم زیبا کلام، ایشون به من میگفت، دختر منه دیگه، من تربیتش کردم دیگه، به من میگفتش که بابا حالا که گذشت رفت، شما سال 57 فکر می‌کنین چیکار دارین می‌کنین؟ الان می‌دونی به من چی میگه؟ الان به من میگه بابا خودمونی، شما سال 50 اصلا فکرم می‌کردین؟ اعتراضاتی که اتفاق افتاد، همه تلاش میکنن که دو تا چیز رو با هم از هم جدا میکنن، یکی اختشاشات، یکی اعتراضات. دهه 70 یا هیچ آینده نمیبینن، هیچ نوری در انتهای تونل نمیبینن. سربازی رفته بیکار، سربازی نرفته بیکار، هیچ امیدی نداره که آقا من پس باید لیسانس بگیرم، یه خراب شده هست مایی مثلا یک کنیم دو تومن مثلا بدن. یه همه کشورها اینطوریه که اعتراض رو حتی پیش کشورهای به قول معروف دموکرات، توسعه یافته، هر چی اسمشون بذاریم، تلاش میکنن اعتراض رو به رسمیت بشناسن. گفته میشود که عربستان دستن در کار بوده، آمریکا دستن در کار بوده، انگلیس دستن در کار بوده، اون همون فرضیه دایجان ناپلئون و توهم توطئه و اینا.